بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ستاد هماهنگی اطلاع رسانی اقتصادی امروز تشکیل شد. مهمترین موضوعی که دستور کار امروز بحث افزایش قیمت ها گرانی ها بود، هم در حوزه کالاها و هم در حوزه مسکن. همه دستگاه های مربوط دعوت شدن و دلایل هر کدوم از افزایش ها دقیقا توضیح داده شد، هم بحث ارز و افزایش قیمت ارز، هم بحث به هر حال کاهش واردات در برخی از موارد و برخی از موارد موضوع تبلیغات و استفاده نامناسب در بحث ابزار رسانه‌ای. موارد متعددی در اینجا واقعا مطرح شد. خب توضیحات لازمی که دوستان دادن، ما در مورد کالاهای اساسی قطعاً هیچ گونه مشکلی را نداریم. به لطف خداوند متعال هم ثبت سفارش ها نسبت به سال قبل، هم واردات و تأمین به گونه ایست که برابر با نیاز و بلکه بیشتر از اون تأمین شده. در حوزه گندم گزارشی که به ما دادن، امسال 10% الان ما افزایش خرید گندم نسبت به سال قبل داریم. دوستان پیش بینی میکنن تا آخر فصل خرید مشکلی دیگه نداشته باشیم در این حوزه. روی نظارت بر قیمت ها جز یکی از موضوعاتی بود که مطرح شد، شاید ضعف نظارت باشه. مقرر شد ما نظارت بر توزیع کالاهای اساسی و نظارت بر خود کالاها از منظر کار بخش کلان تا بخش خرد، یعنی به جایی که ما بریم در داخل بازار و خیابون رو اصناف نظارت رو انجام بدیم که حتما باید انجام بدیم، باید زنجیره تولید کالا و عرضه کالا مورد نظارت جدی قرار بگیره. مقرر شد که برای دوستان ما در این حوزه، هم تعزیرات و هم حوزه حمایت از مصرف کننده، دقت بکنن که این زنجیره کاملا در تحت رصد و نظارتشون باشه. سیاست هایم در حوزه رسانه‌ای مشخص شد که رسانه های ما در بیان مشکلات و مسائل واقعیت ها را بگن، شرایط کشور را خوب تحلیل بکنن، دلایل را به صورت اساسی مطرح کنن، از مردم بخوان که مردم واقعا باید کمک کنن، ما تا انشالله بتوانیم این مقطع را حتما عبور بدیم. در حوزه مسکن هم معاونت محترم وزیر مسکن گزارش را ارائه دادن و دلایل افزایش قیمت اجاره باها و خود مسکن توضیحاتی دادن و برنامه هایی را هم که هم از باب حمایتی برای مستأجرین و هم از نظر ساخت برای تولید انبوه مسکن و استفاده بخش خصوصی توضیحاتی دادن که امیدوارم انشالله همه اینا منجر به خیر برای مردم باشه.